بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل على محمد و آل محمد بینندگان عزیز سلام و درود خداوند بر شما امیدوار هستم در جایی که میباشین موفق و کامیاب باشین در یک برنامه دیگه از سلسله برنامه های در بال بر بال حکمت در خدمتتان هستم با شرح و تفسیر هشتمین حکمت نهج البلاغه در این حکمت امیر ویان علی علیه السلام می فرماین اعجبو لحاظ الانسان تعجب کنید از این انسان ینظر و به شحم نگاه میکنه و میبینه با قطعه از پی اشاره به چشم انسان و اون حدقه ای که داخل چشم انسان میچرخه که معمولا از پی ويتكلم باللحم والسخان میگوی با یک قطعه گوشت که اشاره به زبان انسان است و یسمع بعزم و میشنوا بواسطه أستخان که باز توزی داده و من خرمن و نفس میکشه از یک وجود انسان کلا اگه انسان خوب توجه کنه کل وجود انسان عجیبه خلقت انسان عجیبه خلقت انسان بسیار ارزشمنده به همو خاطر خدای تبارک و تعالی بعد از خلقت انسان به خودش تبریک گفت در جمله امیر مؤمنان به چند تا از عضو هایی که عجیبه و در دسترس انسانم میباشه و انسان به واسطه ای عضوها با بیرون تماس برقرار میکنه اطلاعات از بیرون میگیره اشاره داره خب دوستان میدانن که بیشتر قسمت بدن انسان استخوان و گوشت فرا گرفته ولی چشم انسان میگویند که از پی می باشه یعنی شحم پی خب چشم بسیار عجیبه و یکی از ابزارهای قدرتمنده که در اختیار ما خدای تبارک و تعالی قرار داده تا بتانیم با خارج ما ارتباط برقرار کنیم ای چشم میگن از قدرتمندترین دوربینای فیلمبرداری قدرتمندتر است چشم ما در آن واحد خود به خود قادر به گردش و چهار جهت میتونه گردش کنه و فیلم برداری کنه فیلمی که چشم ما میگیره کاملا سبعدیه کاملا روشن است چشم ما میتونه خودشه با شرایط نورانی و تاریکی وفق بده میگن اگر یک جایی نور زیاد باشه مردم ها که چشم انسان خودش تنگتر می تا نور کمتری وارد چشم انسان شود. جایی که نور کمتر باشه مردم چشم فراختر میشه تا نور بیشتری وارد چشم انسان شود. دیدیم امتحان کردیم خود ما در یک فضای تاریک وقتی قرار می‌گیریم، در اول چشم ما جایی نمی بینه. اما مدتی که تیر میشه و میگذره کم کم اطراف برای ما روشنتر میشه و این نیست مگر که مردم که چشم ما فراختر شده و نوری بیشتری وارد چشم ما شده که تالستیم با بیرون را ببینیم علاوه بر ازی در دا داخل چشم انسان چشم های بسیار ریز و خرد است که از این چشم ها مایه مثل عشق ترشو میشه که دائما چشم انسان تر و نمناک قرار میده که اگر چشم انسان خشک باشه کارای خودش از دست میده دانشمندان میگن دمی عشق و او مایه که چشم نمناک نگاه می داره بیست عنصر دو دخالت داره و جالب تر از این که انسان وقتی عشق می ریزه و قطرات عشق چشم انسان شستشو می ته. چشم انسان ضد افونی می کنه. خدای تبارک و در قرآن فرموده است علم نج الله عینین آیا ما برای انسان دو تا چشم قرار ندادیم پس چشم خیلی دارای اهمیته خب فلاسفه قدیم نسبت به چشم اعتقادشان این بود که یک شیعی نورمانند از چشم میره به اشیا میخوره و ای باعث دیدن میشه ولی خب حالی ثابت شده که نور داخل چشم انسان میشه و با واسطه داخل شدن نور انسان میبینه یکی از شاره های نهج البلاغه مرحوم مغنیه تعبیر بسیار جالبی داره مگه چشم برای انسان دو خدمت میکنه یک اولین خدمتش اینه که از خارج آنچه که دیدنیست به چشم انسان منتقل میشه. یعنی آنچه که دیدنی به چشم انسان منتقل میشه از فضا، آب، هوا و مناظر زیبا انسانها توسط نور خب مایی را میبینیم و این کارکرد چشم است. کارکرد دیگه ای که میگه چشم داره آنچه که در درون انسانم باز به چشم منتقل میشه. خجالت، خشم. شادی و اینها از درون انسان به چشم منتقل میشه اگر انسان چشم یک طرف را ببینه قشنگ شادی غم اندو و قدرت طلبی را در چشم انسان میبینه بنابراین نعمت بسیار بزرگی است که برای تمامی نعمت های انسان برای تمامی نعمت های خدای تبارک و تعالی از جمله چشم باید انسان شاکر خدای تبارک و تعالی باشه در جمله دومی می فرماید و یتکلم بلحم انسان با یک قطعه گوشت سخن می گوی. خود ظاهرش خیلی به نظر انسان ساده است دیگه انسان با یک قطعه زبان سخن می گوی. اما ببینید این زبان چقدر خداوند این عجیب خلق کرده که چطور در دا داخل فضای دهان میچرخه؟ چرخه هر لحظه در یک قسمت قرار می گیره و همی حرکت زبان در قسمت های مختلف دهان و چرخش ازی باعث میشه که مخرج های حروف ایجاد شوه و صوت ایجاد شوه و ما بتوانیم توسط اسوات او چیزی که فکر و اندیشه داریم ای در دا قالب اسوات در گوش دوستان و اطرافیان خودمان برسانیم عجیب است اول انسان فکر میکنه اندیشه میکنه چرا که میخوایه برای کسی بگه اول فکرش میکنه بعد ایرا در قالب الفاظ میریزه و به انسان دیگه منتقل میکنه و جالب است که میگن باز دهانم باید نمناک باشه فضای دهانم باید نمناک باشه تا بتونه انسان بسیار خوب صحبت کنه خود دیدین دوستان بزرگوار وقتی که دهان انسان خشک میشه حلق و گلوی انسان خشک میشه بازم انسان قادر به خوب سخن گفتن نمی باشه این از قدرت های الهی است که همیشه دهان انسان نمناک است در جمله دیگه وجود ناظرین امیر مؤمنان می فرماید و یسمعو به انسان با استخان می جالب است خب فلاسفه قدیم و دانشمندان قدیم دهی که چطور انسان با استخان می خب یکم برایشان نامفهوم بود اما پیشرفت علم امروزه ایره را برای ما ثابت کرده که استخانی که در قسمت میانی گوش انسان قرار داره ای شنیدن انسان نقش بسیار سزایی داره خب ما یک قسمت گوش خارجی است که همین لاله گوش اصوات میگیره و منتقل میکنه به گوش میانی در اونجا یک پرده است بنابراین پرده سماخ که ای پرده سماخ از این ارتعاشاتی که امواج ایجاد میکنه خب از در اثر ارتعاشات خودش هم مرتعش میشه پشت سر پرده سماخ دو تا استخانه یکش مثل چکش باری یکی مثل سنگدان باری ارتعاشات پرده سماخ منتقل میشه به ای استخوان چکشی و استخوان چکشی هم خودش مرتعش میشه میلرزه و این لرزه را منتقل میکنه به عصابی که پشت سرش قرار داره عصب پیام میفرسته به مغز و مغز ما تجزیه و تحلیل میکنه و سخن میشنوه در اصل شنونده اصلی روح انسانه دیننده اون چیزی که اصلی میبینه روح انسانه چشم و زبان و گوش اینا ابزاری بیش نیست و عجیب ابزاری هستن پس انسان استخوان در اینجا نقش بسیار اساسی داره پس وجود ما نازنین مولا که گفته انسان یسمع و به میشنود با استخوان این مطلبه که دو تا استخوان بلکه سه تا استخوان در گوش میانی نقش اساسی را در انتقال ارتعاشات و امواج و اعصاب داره و نکته دیگه هم که خیلی قابل اهمیت و امروزه بهش رسیدن حتی گوش در تعادل انسان در هنگام راه رفتن مخصوصا از یک جاهای باریکی وقتی انسان راه میره میگه گوش در تعادل انسان نقش بسیار بسزا داره که اگر انسان دچار بیماری گوش شوه حتی در تعادل و راه رفتنش هم نامتعادل میشه مخصوصا از جاهای باریک مثلا شما تصور کنید از روی یک دیوار باریک انسان بخوای راه بره تیر شوه که اگر گوش انسان دوچار مشکل باشه انسان در اینجا دوچار مشکل خواهد بود و یا تنفسو به و انسان از یک سوراخی نفس میکشه مجرای اصلی سخن نفس کشیدن انسان دماغ انسانه یا مو بینی انسان است درسته انسان بعض اوقات از دهانش هم نفس میکشه ولی جایگاه اصلی دماغه خب امروز ثابت شده که دماغ هم نمناکه داخل این دماغ موی های خدای تبارک و تعالی قرار داده که وقتی هوای سرد وارد میشه تا میخواد هوای سرد به شش های انسان برسه برای ریه انسان برسه گرم میشه گرد و غبارش گرفته میشه آلودگیش گرفته میشه هر از چند هم که انسان میره برای تجدید وضو یا شستن صورت خب گفتن استنشاق کنید یعنی آب به دماغتان بتین بالا و ای آب دوباره خارج بسازین که توسط از این کار او آلودگی هایی که در فضای بینی قرار گرفته و بین اون موها اسیر شده او آلودگی ها بیای پایین وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه و سلام به عجایبی از خلقت انسان اشاره کرده باشه که ما به عجایبی که در وجود ما تفکر کنیم و به آفریننده این عجایب و شگفتی ها ایمان بیشتری بیاریم و دستوراتشه اویز گوشمان قرار بتیم والسلام علیکم ورحمةالله و برکاته